سلام تقدیم میکنم حضور تمام شما عزیزان دل. امیدوار هستم که صحتمند و سرحال باشین، همونطور شاداب با انرژی و پرقدرت باشین. آرزومند هستم که روزهای خوب و خوش داشته باشین و امروز هم تا این دم به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. بازم وقت برنامه خانواده جوانان را فرا رسیده. من وصال علیزاده در نیم ساعت برنامه در خدمت شما هستم. آرزوی زیره دارم که شما هم تا آخرین دقایق برنامه مرا تنها نگذارید. امروز همچنان یک موضوع خیلی خوب انتخاب کردیم، مهمان خیلی عزیز دعوت کردیم که میخوایم معمولشان بحث داشته باشیم. موضوعی که امروز قرار است ما در برنامه بحث کنیم ازدواج جوانان است که در شرایط کنونی که چگونه اینا ازدواج میکنن و مسئولیت خانواده ها چیست، که خانواده ها چه مسئولیت هایی را دارن و میخوایم بیشتر روی ازی صحبت کنیم. بالای ازی رسم و رسومی که در افغانستان خیلی از خانواده ها هستند که از نسل به نسل انتقال پیدا کرده خواستن که هنوز هم ادامه بدن. البته موضوعی در بد دادن است و بدل کردن است و بستر بعض از دشمنی هایی که در بعض خانواده ها اتفاق می افتد بعض از ازدواج ها صورت می گیره. حالا در مورد تمام اینها صحبت های می داشته باشیم، اما پیش از اینکه بخوایم که بحث ما را با مهمان ما آغاز کنیم، یک بسته معلوماتی راجع به همین موضوعی که براتون گفتم آماده نشان ساختیم. شما هم بستر را تماشا کنیم، ما هم دوباره برمیگردیم و می خوایم که بحث ما را آغاز کنیم. از قدیم ها گفتند که ازدواج مانند تربوز در بسته است. آگاهی و با استفاده از تجربیات دیگران انتخاب درست داشته و از بروز مشکلات در آینده تا حدود زیاد جلوگیری کرد. به خصوص جوانان که تنها شرط ازدواج را علاقه و عشق می دانند. در حالی که علاقه تنها گزینه برای انتخاب همسر نیست و نکته های بسیار ظریفی وجود دارد که اگر قبل از ازدواج با آنها توجه نشود می تواند در آینده درد سرساز شود. از سلامتی دو جوان گرفته تا تناسب فرهنگی، سوابق خانوادگی، اختلافات سنی، ازدواج، مکان زندگی، تحصیلات و غیره که می تواند تأثیر بسیار زیادی در زندگی دو جوان بعد از ازدواج داشته باشد. ادامه برنامه از دوباره برگشتیم. بسیار معلوماتی بود راجع به موضوع برنامه ما که براتون برنشان رساندیم. حالا خوشبختانه مهمان خیلی عزیز دعوت کردیم که میخواییم بالای موضوعی که انتخاب کردیم بس داشته باشیم. مهمان برنامه امروز عبدالباسط حسیف استاد دانشگاه است. سلام استاد، وقتتان بخیر، خیلی خوش آمدین. پیش از اینکه بس ما را یکم پتیتر آغاز کنیم، میخواییم که در مورد ازدواج بر ما معلومات بدین که ازدواج از نگاه روانشناسی یعنی چی؟ یک تعریف داشته باشیم از شما. تشکر. ازدواج در اصل اگر ما از دید روانشناسی و از دید روانی در مورد انسان‌ها ما بحث بکنیم، در کل یک تعریف خلاص میتونیم داشته باشیم که ازدواج عبارت از برآورده ساختن یکی از غریزه های طبیعی انسان است که او عبارت از غریزه جنسی هست که در طبیعت هر انسان نهفته است. اما از دید ما، چون یک کشور اسلامی هستیم و ما مسلمان هستیم شکر، وقتی که ما از دید اسلام هم یک مطالعه داشته باشیم، ازدواج یک امر است که برای ما یکی از سنت‌های پیامبران هست که برای ما گذاشته شده و این عبارت از یک جا شدن یک دختر و یک پسر از طریقه های قانونی و مشروع به خاطر تشکیل یک خانواده در آینده همین ازدواج هست. بسیار خوب. خب استاد، میخوام در مورد ازی بار ما معلومات بدین که سن قانونی یک دختر و سن قانونی یک پسر در کدام سن است که باید اینا ازدواج کنند؟ سن قانونی ای در اینجا شاید اختلافات نظرهای هم وجود داشته باشه، برای ازی که در کشور ما معمولا ما کسایی داریم بعض قوانین یا بعض فرمانهای صادر شدن که پسرها و دخترها زیر سن 18 سال را اونا را زیر سن میگیم. اما یعنی به این معنا که بعد از سن 18 یک سن قانونی است که یک جوان میتونه تصمیم بگیره. در اینجا ما اگر او را به اصطلاح معیار قرار بدیم، ما میتونیم بعد بگیم که بعد از سن 18 سال سن قانونی هست که یک جوان بتونه تصمیم بگیره و ازدواج بکنه. اما در اینجا بعض مسائل دیگه هم هست که ما بعض اوقات نظر به مناطق حتی فرق میکنه. شاید در جاهایی است که قبل از سن 18 جوانا یا مجبور میشن یا ای که امو جامعه و امو محیط اونا رو مجبور میسازه یا وادار میسازن اونا ازدواج میکنن. مثلا سن 14 به بعض
وقتا ما شما ایره میشنویم و دیدیم در بسیار جای ها میگن برای دخترها بعد از سن 14 باید ازدواج بکنن. امی قانونش کدام سن است استاد؟ هم بعد از سن هم بعد از سن. از دید شخصی ما بعد از سن 18 یعنی سن 20 الا 21 و 22 اینی سن ها خوبتر است نسبت به اینکه در سن 18 و 17 تا او حدی که ما به اصطلاح توقع داریم که یک جوان بتانه خوبتر زندگی خود را پیش ببره و در زندگی خود یک تصمیم گیری خوب داشته باشه شاید نداشته باشه. فعلا وقتی ما میگیم سن 20 یا 25 به این معنا نیست که ما این را قید کرده باشیم. یعنی وقتی که سن 18 و 16 تعیین شده به این معنا که اینا به بلوغ رسیدن هر وقتی که اینا تصمیم بگیرن خوبتره. خب بیننده های عزیز لذات برنامه میخوام که یک وقتی کوتاه بگیریم دوباره برمیگردیم تا پرسش خیلی زیاد دارم که از استاد میپرسیم. ادامه برنامه از دوباره خوش آمدید میگم بعد از ظهرتان بخیر. حالا قسمی که گفته بودم چند سوال دیگه هم دارم که میخوایم از استاد بپرسم. خب استاد در افغانستان یگانه چیزی که خیلی مروجه است تویانه گرفتن است که همیشه خانواده ها درخواست تویانه را میکنن و بخصوص در شرایطی که باید زندگی میکنیم در شرایط کنونی افغانستان خیلی دشوار است، وضعیت اقتصادی خوب نداره افغانستان و این بخی یک رسم شده یک رواج شده تویانه گرفتن و تا خیلی از خانواده هستن بخصوص در طرف بیرون از کابل یعنی در ولایت و روستاها که وقتی کسب خواستگار میه پیش از اینکه بچه را ببینن یا ببینن که دخترشون رضایت داره یا هم پسرشون رضایت داره وقت بر از نمی موضوع تویانه یادآور میشن که ما اینقدر تویانه اگر برمومیتن موازن هستیم که دختر ما را برتان بده. به نظر شما تویانه گرفتن ها چقدر میتونه که زندگی دو جوان را برباد بسازه و خراب بسازه؟ خیلی خوب، در این قسمت باید ذکر کنم که در قدم اول ما باید یک دو چیز را فرق بین تویانه و مهر را واضح بسازیم. به خاطر اینکه مهر حق است که خداوند بله ما امر کرده و او حق شخصی خانم است که در او حتی شوهرش حتی پدر امو خانم تسلط شخصی نداره و این پول هر مقداری که باشه به هر اندازه‌ای که هست باید جنسن گرفته شوه و بر خانم داده شوه و او پول حق خانم است به هر شکلی که مصرف میکنه به او اختیار داره. مسئله ای که تویانه هست ما ایره در اصل گفت کردیم از گذشته هایی که من فکرش میکنم زمانی که من فکر میکنم این تویانه را ما در اصل اونمو مهر است که باید اموی مقدار پول گرفته شوه و بر خانم داده شوه از شوهر گرفته شوه بر خانم بتن این تو این مهر است. ولی اینی مهر در اصل گپ خورده و ایره مردم به شکل غیر قانونی ایره به نام تویانه یا قلین یا ولور در جاهای مختلف نامهای مختلف برای زیده داشتن شیربه ها و اینا داره. اینی در جور کردن و از یک مقدار پول میگیره و این مشخص میره به جیب خانواده دختر. مهر به دو شکل هست، یکی مهر مؤجل است یکی مهر مؤجل. مؤجل مهر است که دفتن داده مؤجل که دفتن داده میشه یک مقدار پول هر قدر که توافق صورت بگیره مثلا از 10,000 است 20,000 است 1,00,000 است 5,00,000 است نظر به توانایی دو طرف و نظر به توافق دو طرف این صورت میگیره که اون مقدار پول باید گرفته شود شوهر و بر خانم داده شود و یک مقدار دیگه ازی مؤجل است که یک وقت برش گذاشته میشه مثلا در 10 سال آینده میتی در 1 سال آینده میتی در 2 ماه میتی برای ازی گفته میشه مثلا یک کس مهرش 1,00,000 افغانی است میگه 50,000 فعلا برات میتم 50,000 دیگه شه 2 ماه بعد از ازدواج یا مثلا 1 سال بعد از ازدواج هر وقتی که توانایی پیدا کردم برش اینی مهر است. اما فعلا امی پولی که خانواده ها تقاضا میکنن که ما میگیریم شیربه ها و اینا ای کدام نه صیغه قانونی داره و نه کدام صیغه شرعی داره و ای در حقیقت ضربه زدن به یک خانواده آینده هست که اونا می دختر و پسر است که میخوان خانواده جدید را تشکیل بدن و همچنان یک ضربه زدن بر خانواده یک پسر است که ای در اصل به نظر ما کار خوبی نیست. در اینجا ما شما دیدیم وقتی که بسیاری از کسایی که فعلا جوانای ما نمیتونن ازدواج بکنن یکی از دلایلش همی است که اینا توانایی پرداخت همو تویانه ندارن که برای خانواده و حتی جرات تجیره نمیتونن که برن یک جای خواستگاری بکنن یک مسئله هست. بنان خانواده ها باید در این مورد کاملا خود را آگاه بسازن و یک دید منفی که در بعض خانواده هاست که ما بعض وقت دیدیم
اونا اینطور گفتن که اگر ما تویانه را کم بگیریم او به این معنی است که دختر ما به ارزش است و با هر قدر که تویانه زیاد داشته باشیم در این دید. ولی بین به اسلام چنگ بزنین. اسلام میگه که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میگه که ما همو نکای را خوش دارم که مهرش کم باشه. ولی مهر هست. مهر باید باشه. ولی که هر قدر کم باشه با هر اندازه که اونا توافق خوبتر میکنن ای احسن است خوب است. بنان خانواده ها باید ای را درک بکنن که به خاطر شرمی که یک تعداد میگه که والا دخترت برای پول کم یا تویانه نگرفتی چطور دخترت دادی اینا این همی شرم را از بین ببرن همی رواج را از بین ببرن در قصه از ما نشیم که این رواج هست و رواج ما شما را هیچ چیز نمیتونه بنان این رواج را از بین ببریم تا اینکه با زندگی آینده اطفال خود ما بازی نکنه. بله ما خیلی از جوانان عزیز را داریم با وجودی که خیلی کار میکنن زحمت میکشن تلاش میکنن وقت تصمیم بر ازدواج میگیرن و به جیب خود نگاه میکنن میبینن که چیزی که در خانواده در مقابلشون قرار داره خیلی تویانه انگفت را ازشان خواسته نمیتونن که اینا مو پول را بر از لامو تویانه کنن میخواین و بتا او مجبور بشه قسمی که استاد گفت اونا دست بزنن به فساد اخلاقی فرار کنن از کشور فرار کنن از خانواده و بالاخره بسیار راگم شوند و کار اشتباه را انجام بده. پس چی خوب از خانواده های عزیز که چیزی که خودتان هم میفهمین که بیشتر ضرر نمیرسانه به جانب مقابلتان ازشان درخواست کنید. خب حق مر است که حق هر دختر هست که برش باید بتن کنم بیشتر وقتا داده شده و ما تا فعلا فکر نکردیم که شاید کدام پسر باشه که از حق مر دختر انکار کرده باشه یا نداده باشه. اما تویانه چیزی نیست که در اسلام آمده باشه، امر خداوند نیست که هیچ کس بگیره. پس اگر شما تویانه میگیرین به این فکر باشین که حتما دخترتان هم میفروشین و وقتی که دخترتان ازدواج کنه در خانواده هم که میره همیشه بر از او طعنه داده میشه، برش گفته میشه که ما تو را خریدیم، حتی قیمت را هم که اما تویانه هم که شما گرفتین میگه که 5 لک بوده 10 لک بوده قدر بوده میگه ما تو را بونه قدر خریدیم و وقت بخریم دخترتان که به خانه شما بیا میگه خب اونا تو را فروختن اگردش میذاشتی به قدر پول هنگفتش تو را نمیفروختن. پس چی خوب است که وقت فکر میکنین به خودتان خانواده های عزیز و فکر دو جوانم باشین که نشه زندگیشان خراب شود. و یک نکته خیلی اساسی وقتی که پسر بعد از اینکه ازدواج میکنه اقدامان میشه تا در مقابل خودت یعنی دختر وقتی که طرف دختر ببینه میگه فامیل تو از من قدر پول خواسته بود. در وقتی که باید یک پسر با خانم خود لذت ببره با هم خوش باشن این با فکر از می باشه که چه قسم بتونم قرضای را که گرفته تو یا نبره شما خانواده های عزیز داده چه قسم میتونه کور جبران بکنه و اصلا نمیتونه که یک زندگی خوب و خوش داشته باشه. پس چه خوب است که از این تویانه بگذاریم قسمی که گفتم در اسلام نامده امر خداوند جل جلاله نیست. خب به دل از ذات برنامه میخوام که یک وقفه کوتاه بگیریم دوباره ادامه برنامه است. دوباره برگشتیم. خب میخوایم استاد در مورد از این بپرسم در افغانستان که ما زندگی میکنیم خب هر رقم ما مشکل داریم با مشکلات زیاد مواجه هستیم وقتی در عرصه ازدواج دو جوان وقتی میخواین با هم ازدواج کنن یک دیگر خود پسند کردن هم فکر مفکوری خود بودن یعنی میخواین که ازدواج بکنن خب فرض میکنیم که یکش سنی هست یکش شیعه هست بعض خانواده ها به فکر نیستن که مثال به تاجیکا میخوان نمیخواین که برای پشتونا بتن یا پشتونا نمیخواین که به هزارا بتن یک چیز است که خیلی عام است در افغانستان بخصوص شرط فیلی که ما زندگی میکنیم به نظر شما چه قدر میتونه که مشکل ساز شوه بعد جوان وا یا کدام مشکل جدی به بار میاره؟ خیلی خوب سوال بسیار جدی پرسیدین. در این قسمت دید خود شخصی ما این هست که در اصل اختلاف اقوام که شما گفتین اگر پشتون است اگر تاجک است اگر هزاره است یا اینا ای از دید اسلام بسیار واضح هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که شما برین از قبیله های دیگه به اصطلاح ازدواج بکنید پس ما اگر میریم از یک قوم دیگه ازدواج میکنیم ما در حقیقت طریقه سنت را ادا کردیم اما دید منفی که مردم ما نسبت به این موضوع دارن این هست که گویا ما تاجک هستیم اونا پشتون است و یا اونا هزاره است یا اینا ترک است یا مایی هستیم این هستیم این موضوعات است که اما موضوعات تعصب هست که یک کسی اگر کاملا افراطی در یک قسمت باشه اگر ما بگم ما تاجک یا ترک هستم یا پشتون هستم و افراطی ترک هستم یا تاجک هستم و هیچ نمیخوایم که در خانه ما برای پسرم برای خودم برای برادرم برای کسی دیگه یک پشتون بیا یک کسی دیگه بیا
و مثل ازی اگر پدرم بگه که ما پشتون هستیم و ما نمیخوایم که خواهر یا کسی را برای تاجیک بتیم، یعنی این نظریات افراطی هست که بی‌معنی و بی اساس است. ببینین اگر ما شخصی صحبت کنیم، فعلا خانم من پشتو زبان است ولی من فارسی زبان است، ما کدام مشکل نداره. کاملا با یک دیگه توافق داریم، احترام متقابل به فامیلا داریم و احترام متقابل با یک دیگه داریم، من کاملا از زندگی خود راضی هستم. خوب است. آها، به عنوان آخرین پرسش که نقطه همیشه درگیر ذهن ما بوده، میخوام از شما بپرسم استاد، در افغانستان خیلی رسم و رسوم ناپسند داریم که از زمانه های دیر به طرف مانده و متو نسل به نسل انتقال پیدا کرده. ازدواج های صورت میگیره در افغانستان که اولش اجباری هست، دومش در بد داده میشه و سومش همو بدلک میگن که بدل میشه و یک چیزی که خیلی زننده هست و خیلی زشت است که در خانواده که خصومت می باشه در بدل از اینکه همون گرایشان بخشیده شوه یا همون کاری که میکنن ناده گرفته شوه، دختر از اونها را میخوان. به نظر شما چقدر میتونه اول امی ازدواج ها همون خانواده را بدبخت بسازه، دوم امی دو جوان زندگیش را خراب بسازه، سه مدار چقدر میتونه امی پوینت های منفی داشته باشه در خود جامعه؟ بدل از لحاظ امی رسم و رواج هایی که ما شما داریم، از لحاظ اجتماعی ببینیم، از لحاظ دینی ببینیم، از هیچ لحاظ ما منطقی را پیدا نمی کنیم که بدل یک ازدواج خوبه باشد. به خاطر از اینکه در اینجا ما اگر از لحاظ اجتماعی بحث بکنیم، وقتی که بدل میشه، هر گپی که در اون خانواده شوه، اون مستقیم باید تحمیل شوه بالای این خانواده. بد دادن هم چیزی است. دختری که در اون خانواده میره، از در اول از دید خانواده به یک دید بسیار سبک به طرفش دیده میشه که شما برادر ما را یا پدر ما را کشتین و ما تو را امروز گرفتیم، بد گرفتیم. خانم یا دختر خانمی که در او خانواده هست، او از لحاظ روانی همیشه خود را مظلوم فکر میکنه، همیشه خود را در یک حالت بد روانی پیدا میکنه، به خاطر از اینکه هیچ کس بر از او ارزش خوب قائل نیست، به خاطر اینکه هر گپ زده شوه برش گفته میشه که تو چوب باش، گپ نزن، تو پدر ما را کشتی، خانواده پدر ما را کشته اینا. و اینی از لحاظ روانی برای دختر خیلی زشت است و این خیلی، یعنی خیلی بد است، نمیتونه که یک زندگی خوب را داشته باشه. پس وقتی که دختر از لحاظ روانی در اونجا خوب نباشه، بر از او چطور امکان داره که او طفل را خوب تربیه بکنه و طفل را به یک شکل، به یک روحی خوب تربیه بکنه؟ خود در کل اگر ما ببینیم، شاید اگر طفل را هم تربیه میکنه، یا ای که به شکل تربیه خواهد کرد که بزید امو خانواده به وجود بیاد، یا ای که اگر او خانواده هر وقت برازی گفته بره که مادر تو را در بد گرفتیم، امی طفل هم از دید روانی یک انسان خوب به وجود نمیه. بنابراین تمام این امی مسائل امی در اصل خرافات است که ما به او روان هستیم و ما امیدوار هستیم که کشور ما از این حالت هم خلاص شوه و مردم ایره درک بکنن که همچو چیزی قابل قبول نه برای اسلام هست نه برای بشریت. بنابراین از این باید ما شما باور داریم. بله، کاملا امین گونه هست. در سالهای اخیر از جوانها بارها گفتیم، در موضوعی که بیشتر صحبت کردیم گفتیم که خانواده ها خیلی روشن فکر شدن، خیلی فکرشان باز شدن و به هم فکر و هم مفکوره جوانانشان کار میکنن و خیلی از خانواده های را داریم وقتی که میخوان جوانشان تصمیم ازدواج بگیرن، اول از جوانشان میخوان که کدام، اگر دختر باشه یا پسر باشه، که بگه به انتخاب خود باشه، ما بریم گپ بزنیم، حرف بزنیم، تا باشه که ما هم تفاهم نظر کنیم و با اونو بشینیم و پیوندتون را آغاز کنیم. اما در ولایت دوردست هنوز هم امکان داره، وجود داره که خانواده ها در بد میتن. و همچنان یک چیزی که یادم رفت که از استاد بپرسم که حتی طفلی که تولد نمیشده باشه به دنیا نامده، وقت تو را به نام کسی میکنن و وقتی که اینا بزرگ میشن، کلان میشن، وقتی که میفهمن که من به نام از او هستم، خوشن اصلا خوش نمیباشن، راضی نمیباشن و به خاطر امی که غیرت پدرشان هست و مقاولم که افغانی زیاد استفاده میکنن، این غیرت تو اینا را به خاطر خانوادهشان، به خاطر پدرشان، به خاطر برادرشان زندگی خود فدا میکنن و میرن همون پسر را میگیرن یا همه اون پسر از ننگ میره میگیره به خاطر از اینکه میگه این سالها به نام من بود، حالا وقت شد که باید ما میده بگیرم. بس چه خوب از خانواده های عزیز بگذارین جوانانتان به انتخاب خودشان بگیرن، شما هم نظر بتین، تصمیمتان را بگیرین، اما بیشتر سهم را بتین به جوانانتان که زندگی از اونا است، تصمیم از اونا است که تصمیم خودشان بگیرن به زندگی خود. ما بارها شاید از این بودیم که خیلی از خانواده ها باعث شدن که دو جوانشان
در زندگیشان خیلی با مشکلات مواجه شوند. پس چی خوب است که همیشه هم فکر باشین، هم مفکوره باشین با جوانانتان تا باشه کنها هم یک زندگی خوب خوش داشته باشن. خیلی تشکر استاد ازی که در برنامه ما تشریف آوردین. واقعا صحبت خیلی خوب داشتیم با شما. اگر داخل یک جنبندی کنیم، یک نتیجه گیری کنیم، بفرمایید. بسیار خوب. برای ازی که امی تمام بحثی که ما کردیم ای را اگر در کل یک نتیجه خلاص برای مردم ارائه بکنیم، از دید ما این هست که در قدم اول مشخصا بر خانواده ها میگم ایره که خانواده های گرامی باید در اول امی شرمی که اونا از به اصطلاح انجام ندادن بعضی از رسم و رواج هاست ایره از بین ببرن. بخصوص در می چیزی را که من پیشتر اشاره کردم که دختر وقت بنام کس می باشه بازم پسرم از امی ننگ خود نمیگذرم، میگال ننگم شدن آمستم شدم او را میگیره. امی لحظه یکی از دوستای نزدیک ماست که به اینمی حالت گرفتار است. وقتی که اونا قبل از اینکه دختر در خانه همسایشان تولد می شده، متاسفانه مادرش میگه که اگر خانه شما دختر تولد شد ایره برای بچه ما بدین، و به می شکل وقتی که این تولد میشه یا خوشبختانه یا بدبختانه این طفل دختر بوده و او به پسر ازی، و تا امروز او دختر قانه به این نیست که با اینمی پسر ازدواج بکنه و این پسر قانه به این نیست که او دختر را به اصطلاح رها بکنه که او بره دنبال زندگیش و او بره دنبال زندگیش، و تا امروز اینا موافق هم نشدن که ازدواج بکنن. به می شکل اینا دو خانواده در تقابل قرار گرفته که ما شاهد عملا شاهد از وقتیم، و امثال از اینا که چقدر خانواده دیگه که ما از او خبر نداریم و آگاهی نداریم به می شکل است. این بسیار بد است. در قدم اول اینمی شرم را ما باید طرف بکنیم. بعض رواج ها بسیار زیاد است، تنها در قسمت از اینه که ما انتخاب بکنیم شرمی که مثلا مصارف گزاف را بالای خانواده دیگه بگذاریم تحمیل بکنیم، اینی اگر ما نکنیم این کار نمیشه. فرضاً یک کس توانایی کم را داره میگه بیاین با این شکل ازدواج میکنیم، میگن نه اگر ما این کار نکنیم فلان دختر خاله ما فلان کس دیگه با این شکل ازدواج کرده، این شرم است که شما این کار را نکنید، این تحمیل است. اینی موضوعات را باید از بین ببریم تا اینکه زمینه خوب مساعد باشه. یکی برای همچنان برای قسمت دیگه برای خود جوانا هست که جوانا در این قسمت باید جدی کمپاین بکنن، تلاش بکنن که اذهان مردم را به خاطر عزیز این هدف ما از کمپاین است که از رسانه ها درست استفاده بکنن، از فیسبوک به شکل درستش کمپاین، به این معنی که حقوق اصلی و وجایب اصلی خانواده را، اطفال را به یکی دیگه درست برسانن تا اینکه خانواده هم بفهمه که ما چقدر حقوق داریم و اطفال هم خودشان جوان هم بفهمه که ما کدام حقوق را داریم که نه با خانواده در تقابل به اصطلاح واقع شوند و نه اینکه در زندگی خودان چی باشند. بنان جوان ها تلاش گیره داشته باشن، خانواده هم به شکلش، و رسانه ها همچنان حقایق را و به کوشش بکنه که به شکلهای خوب اونا را آگاه بسازن حقوق از حقوق و واجبه بشن. بنان در کل ما میتونیم که از این مشکل خلاص. سپاس. بازم ممنون استاد از زودتان در برنامه. حالا اگر پایم گفتنی داشته باشیم خیلی کوتاه در 15 ثانیه برنامه بگویم. تشکر بسیار زیاد از اینکه وقت دادین و ما توانستم درد دل خود را با مردم عزیز کشور خود شریک بسازم. بسیار زیاد تشکر. تشکر. خب از آن دل خانواده های عزیز امروز بحث خیلی خوب داشتیم در مورد ازدواج های جوانان. در آخر برنامه هم میخواییم که این نکات مهمه که امروز ما در برنامه بحث کردیم براتون به نشر برسانیم. با دیدن و شنیدن همی نکات مهم که در مورد موضوع برنامه امروز ما بحث کردیم، شما را هم به خداوند یک تا به هم تا مهانت میکرم تا برنامه بعدی. خداوند یار مددکار همه ایتم. خانواده ها باید در کل از قواعد اسلامی پیروی کنند. خانواده ها و جوانان باید برای برآورده شدن اهدافشان از انجام ندادن بعض از رسم و رواج های ناپسند بگذرند. حکومت همچنان تا احکام و فرامین را صادر و در عملی کردن آن جهت فراهمسازی سهولت ها برای جوانان تلاش کند.